طرفداری از منش ایرانی بکنه نه اینکه طرفداری نمیکنه بلکه آرزوشونه که یه جوری هم سر منو زیر آب بکنن که این حرفا رو هم به شما نزنم. که شما آگاه بشید دست از مبارزه و یا نمیدونم زدن تو سر همدیگه بردارید چون جفتتون مزدومی جفتتون قربانی هستید قربانی این توطئه جهانی هستید و جفتتون فرش رو از زیر پاتون کشیدن که در جهان نظیرش نیست کشور ایران رو از زیر پاتون کشیدن مادر رو ازتون گرفتن شما رو به جون هم انداختن در همین دوران بحران هست که هم حکومت اسلامی استفاده میکنه میچرند هم کشورهای همجوار میچرند و میبرند هم کشورهای اروپایی هم کشور آمریکا کانادا نگاه بکنید هر کشوری تونسته سهم خودش گرفته غیر از مردم ایران سه میلیون و نیم میان به کشور بیرون اما آمریکا میگه آقا به من ربطی نداره این نباید در درقل... که شما درسی بده از آن چیزی که بر سرتون اومد اگر پرنده در سی و دو سال پیش در کشور میمرد بی بی سی لندن میگفت آقا در دهات نمیدونم فلان در فلان تپه دو تا پرنده که یک کیش تقصیر شاه بود توسط یک سنگی که از طرف نظام پادشاهی بود کشته شد مردم به خاطر مردم دهات به خاطر این دو تا پرنده ریختن بیرون اخبار بی بی سی لندن رو شما گوش بدید اون زمان مردم در شهرها و در قصبه و دهات به خیابان ها ریخت قصبه و دهات به خیابان کسی مردم عادی هم نمیپرسن آقا مزخرفات چیه داری میگی مردم دهات مردم قصبه به زیبایی داشتن زندگی میکردن هر آنچه که میخواستن داشتن کسی بهش تجاوز نمیکرد سال بعد وقتی که وارد دهات و قصبه شدن دیدن آقا افراد هنوز عکس شاهنشاه و عکس رضا رو در سردر خونه دارن گفتن <applause> آقا چی شده گفتن آقا انقلاب اسلامی یارو میگفت چی آقا <applause> بی بی سی لندن هم گفتن رختن بیرون گفتن مرگ بر خب من امروز میخوام دو قسمت رو به شما نشون بدم از بچه ها چون زیاد صحبت کردم فقط میخوام بهتون نشون بدم که متاسفانه از طرف همین کشورها که بحران سازن همه خدمتون ارز کردم حدودا سرخطا رو بهتون گفتم چگونه میان آدمهایی رو که خودشون جنایت انجام دادن درون حکومت اسلامی که با زبون خودشون اعلام میکنن بیان با اینها مجددا مصاحبه میکنن و میخوان اینها رو در سطح قرار بدن و بعد من میخوام درس این افراد رو براتون رو بکنم همون دروغی رو که ایشون داره میگه همین لحظه بر اساس اسناد تاریخی بذارم رو صفحه اگه وقت بن برسه اگر میشه همون فایل شماره یک رو از دقیقه 3 و 53 یا 3 و 52 شروع بکنید خوب به حرفای این معمور امنیتی گوش بدین که دارن به عنوان اپوزیسیون ایشون رو معرفی میکنن و مخالف رژیم و بعد من اسنادی در رابطه با حرفایی که ایشون میزنه رو که نشون میده که ایشون حرفی که داره میزنه دروغه یا اینکه سواد آن چیزی رو که داره میگه نداره در هر دو صورتش اصلا شخصیتی نیستش که بخواد در جلوی میز قرار بگیره و مردم باش مصاحبه بکنن به خاطر دادن به جامعه که آقا بله ببینید ما امروز کجا قرار گرفتیم و چه میکنیم یک نگاهی بکنید و برمیگردم با شما صحبت دارم میخواستم در ابتدا از شما بپرسم که منافع ملی کشور چقدر به شما اجازه میده که از دانسته هاتون باخبر بشیم من اونجا که منافع ملی کشور هستش جون هم براش میذارم ولی منافع ملی کشور در اختیار حاکمیت از چه لحظه فاصله ای رو که امروز دارید با نظام کنونی حس کردید فاصله که خب با نظام کنونی که اصلا نبود قبلا چنین نظامی یه دفعه تغییر کرد مسیرش یه دفعه شیب سری برداشت اگر یادتون باشه شیبش آرام بود یعنی شما جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات آقای احمدی نژاد بودین نه نه, 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 من از زمان آیت الله از زمان از آیت منتظری ما زاویه داشتیم ولی زاویه براندازی نداشتیم اه یک فرد اطلاعاتی در حکومت جمهوری اسلامی دقیقا چه وظیفه داره حفظ منافع کشور یا حفظ منافع رژیم قانوناً حفظ منافع ملی ولی الان شده حفظ منافع رژیم جنرال به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد از اسلام فاصله گرفته و اگر بله از کی و چگونه حکومت اسلامی از زمانی که به نظر من یعنی این دیدگاهیه که زمان به من اثبات کرد سال 61 که جنگ تمام شده بود به خاطر سیاست جنگ رو ادامه داد و هم هم کشور خودمون هم از کشور اراق برادر کشی شروع شد البته اونا که شهید شدن نباختن ها سیاست اقبر من دارم میگم از اون روز از اسلام دور شد سوالی رو سالها پیش از آقای بنیسد پرسیده بودم اگر آگاهی امروز شما در 22 بهمن سال 1157 وجود داشت باز هم مایل بودید دوگمه استارت انقلاب رو بزنید به برای فردای ایران چه سیستم حکومتی رو ترجیح میدید و منافع ملی باز در کدوم سیستم حکومتی بیشتر حفظ خواهد شد ببینید تنها راه نجات ملت ایران جدایی دین از سیاسته آیا شما توصیه می که سایر همکارانتون هم کار مشابه شما رو انجام بدن؟ ازشون خواهش می پاریس بخش فارسی صدای امریکا خب صدای آمریکا ای صدای آمریکا <applause> من رو به یاد حرفای این میکروب کثیف میندازه خمینی خودش آمریکایی بود عشق آمریکا هم کشته بودش اصلا مملو از روی این ساختن همین شخص که اومد میگفت هر چی میکشید از دست آمریکا میکشید و اینها دروغ های بزرگ میگفت قرار بود البته این گونه بود از این به بعد هرچه میکشید از دست آمریکا میکشید اما اینگونه نمیگفت حالا بچه ها اگر میشه بیان روی لپتاپ من من در رابطه با ایشون صحبت بکنم صحبت که کردن بله من میخوام روزنامه یه هفته مهر 1358 اینجا قشنگ ببینید این سند تاریخی است هفته مهر 1358 در این روزنامه خب ایشون فرمودن که شیبش آروم بود جنایت شیبش آروم بود بعد یه دفعه بعد از احمدی نژاد تون شد یعنی ما برادر کشی رو ما دقیقا از سال 61 به بعد دیگه چون جنگ رو میتونستیم تموم بکنیم و عراقی ها رو میگفت برادر که ما برادر کشی کردیم و اینها من از همونجا فهمیدم ولی آقای منتظری بله از زمانی که کشید کنار و فلان و از این جور صحبت ها یعنی اصلا کشدار بی هموطنان ارتشی ما اصلا برادر کشی حساب نمیشه اونا دشمن بودن ولی خب در رابطه با فرما شده که ایشون دارن میگن میگن بله من به تنیرهایی که میگم دین از سیاست باید جدا باشه و خودشون رو کشته مرده آیت الله منتظری میدونن من میخوام از صحبتهای خود آیت الله منتظری در همین تاریخ برای شما بخونم این واقعیت تاریخیه کسایی که این چنین میکروب های کثیف رو میگن خدا رحمتش کنه خدا بیا مرزتش یک میکروب کثیف دیگه با نام منتظری عین واژه هایی که ایشون گفته رو چون اینا افتخار میکردن دروغی نبود چاپ بشه اینا هواداران حکومت اسلامی بودن عاشقانه حکومت اسلامی رو دوست داشتن و هر آنچه که باشون مصاحبه میشد در اینجا می نوشتن این هم عاشقانه به راه منتظری هست نگاه کنین این کچه کراواتیه بودن و ایشون هم آیس جوادی و غیره حال شوراها در قانون اساسی به صورت موکت در چند اصل آمده که تصویب خواهد شد تفکیک دین از سیاست سوقات شوم غرب است جهت استحکام و استمرار سلطه بر جهان سوم میخواهند با پیش کشیدن قداست روحانیت و آلوده نشدن به حیله های سیاسی روحانیت را از سیاست جدا کند اگر کسی بگوید که دین از سیاست جداست انگار که دین را تک پاره کرده است و این حرف منافقین است نماز به جماعت باید خوانده شود ولو روی سرنیزه بله روی سرنیزه شما ببینم اصلا رفتی به نشینی چجوریه آقای منتظری و آخوندهایی که این چنین فکر میکنن حالا بذارید قسمت بعدیش رو براتون بخونم در همین صفحه وقتی که من دارم خائنین رو به شما معرفی میکنم وقتی بهتون میگم این توته جهانی رو بگیرید بخونید چرا بقیه لسانجلس یا منو میبینن انگاه مثلا یه دونه سلیب گرفتن جلوی دراکولا چون این واقعیت های تاریخی رو که من با وقت کمم باید به شما بگم اونها دوست ندارن اینها رو به شما بگن بخاطر اینکه اگه به شما بگن دست صدای آمریکا بچه‌هایی که اونجا کار میکنن بی بی سی لندن رادیو فردا و رسانه های به ملی ولی مزدور در لس آنجلس و هومه و یا سایر شهرهای دیگر رو باز میکنه خب کسانی که میگن مرحوم منتظری واقعا مرد بزرگی بود خب جدایی دین از سیاست نیرنگ استعمار این در گفتگو هست با آقای منتظری گوشا رو باز کنید یکی از مسائلی که سالهاست بر سر زبانها افتاده است و شاید هنوز با این انقلاب و تحول عمیقی که در ایران رخ داده است یا افرادی در ذهنشان باشد مسئله تفکیک دین از سیاست است توجه داشته باشند آقایان که این سوقات, سوقات در در بادی امر از غرب به کشورهای ما آورده شده و در غرب بعد از اینکه پایه ها را از صحنه سیاست کنار زدند و وجود ببخشید نمیتونم بخونم و کار نمیم چی حالا فرق نمیکنه این مزخرفاتی است که ایشون گفته در یک موجودات تشریفاتی نشان دادن برای اینکه بتوانند کشورهای جهان اسلام را از هم در قبضه خودشان داشته باشند و بتوانند ذخایر و معادن کشورهای ما را بله یعنی میگه کشورهای ما ببینید از همون اول شعار صدور انقلاب در کشورهای ما آقا ما یه دونه کشور بیشتر نداشتیم کشورهای ما منظورتون چی اسلامی پس مزخرف نگید که بعضیا میگن آقا روحتون شاد شما صدور انقلاب رو اصل یازده قانون اساسی رو به صورت مشخص شما اینجا در سخنان یکی دیگر از ولیهای فقیه و وقیه دارید اینجا میبینید حضرت آیت الله منتظری خب حالا همینجوری میام جلو ایشون های صحبت کرده شکرهای زیادی مفت کرد نوش جان کرده و در رابطه با تفکیک دین از سیاست که به نظر اینها دین از سیاست که بهتون بگم چه مقدار اینها بی سواد هستن دین از حکومت باشه و اما اون موقع میگفتن دین از سیاست گر قرار است سیاست یعنی شیطنت یعنی حق بازی یعنی این بازی ها رو که امروز دارن دنیای امروز کلاهبرداری و غیره ببینید صحبت بر سر این بوده که اینجا کل مقاله رو اگه بخونید متوجه میشید من چی میگم ایشون مخالفت بسیار بسیار زیادی داشته با جدایی دین از سیاست میگفت هر کسی که این حرفا رو بزنه بزنین ببینه این قسمت هم چی بود اگر کسی بگوید سیاست از دین جداست دین را تکه پاره کرده این صحبت های در اسلام هیچ حکمی فاقد جنبه سیاسی اجتماعی نیست این صحبت هایی که دوستان میکنن میگن آقا اسلام دین بخشش اسلام دین فلان دیگه از زیره به کرمون نبرید خواهش میکنم از یک آیت الله که شما اسلام شناستر نیستید اینها کسانی هستن که اسلام به شما میشناسونن در اسلام هیچ حکمی فاقد جنبه های سیاسی اجتماعی نیست خب حالا قسمت بعدی رو بهتون بگم تدوین قانون اساسی مجلس خبرگان امروز آیت الله منتظری از مردم خواست که ضمن مطالعه و بررسی عمیق قانون اساسی آن را تصویب کنند سرانجام پس از سه ماه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با حضور اکثر نمایندگان و سفرای کشورهای اسل... کشور... کشور... سفرهای کشورهای اسلامی <تصفرها> سفرا هم فرستاده بودن اتحاد کشورهای اسلامی هم چون خدمتتون عرض کرده بودم همون فاندامنتالیسم آ... به کار خود پایان داد و آیت الله منتظری رئیس مجلس در نطق خود ضمن تجلیل از شهدای انقلاب از مردم خواست که این قانون را عمیقا بررسی و پس از مطالعه تصویب کند ساعت 9 و دقیقه صبح امروز در حالی که سفرای کشورهای اسلامی و دکتر یزدی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند آیت الله منتظری خطاب به ملت ایران گفت ملت مبارزه ایران برادران و خواهران بالاخره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی کار خود را به پایان رساند و این وظیفه خطیری که شما ملت و رهبر بزرگ انقلابمان به عهده نمایندگان گذاشته بودید وظیفه الهی بود که انجام دادند قانون اساسی در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم تنظیم شد که در اختیار شما ملت قرار خواهد گرفت البته ما مشکلاتی داشتیم اظهار نظرهای های مختلف مردم که از سراسر مملکت به مجلس می رسید بار سنگینی بود که نمایندگان وظیفه داشتن آن را مورد بررسی قرار دهند وانگهی برای اینکه در تصویب قانون موردی پیش نیاید از اول گفتیم که باید دو سوم خوب اینجاشو گوش بدید دو سوم مجموع نمایندگان برای تصویب هر اصل یا فصول در مجلس حضور داشته باشند برای عده ای از نمایندگان مشکلاتی پیدا می شود و از راه دور نمی توانستند در بعضی از جلسات شرکت کنند حالا همینجا نگه دارید وقتی میگه از راه دور نمیتونن شرکت بکنن خدمتتون عرض کردم قانون اساسی حکومت اسلامی توسط هیئت مؤتلفه حزب مؤتلفه اسلامی یعنی 70 نفر به تصویب میرسه از این 70 نفر 51 نفر معمم هستند 4 نفر به قول خودشون ملی مذهبی یعنی از همین جبهه ملی ها چهار نفر از اقلیت های مذهبی و غیره هستن حالا رو بکن از این هفتاد نفر میگه چندین جلسه شده که کسی هم ن... کسانی نبودن به خاطر راه دور یعنی ب... به تصیب رسوندن اصل زندگی ایرانیان چارچوب اصلی روند حرکت هر شهروند در کشور رو هفتاد نفر و از اون هفتاد نفر چند موردش هم خیلی ها نبودن و در حقیقت ما محتاج به آن بودیم که اکثریت قریب به اتفاق در هر جلسه باشند خواهران و برادران بدانیم که هر کس فکری دارد و برای توافق می باید 48, نف... 48, مغز به <تصفح> خودشون گفتن مغز باید 48 مغز و فکر در یک عبارت و جمله ضمن دقت تصمیم گیری کنند می کردند و سرانجام با 48 رأی هر اصل به تصویب می رسد 48 رای شما خوب گوش بدید برای انتخاب نوع زندگی شما 48 نفر رای دادن و شما ها تا به امروز چوب خوردید و احمدی نژاد در خارج از کشور میاد میگه ما قانون رو اجرا میکنیم منظورش امر این 48 نفر بوده اینو دیگه من خودم در نمیارم دارم عین قانون رو برای شما میخونم سرانجام با 48 رای هر اسب تصیب میرسد و این اکثریت بود و قهرن آقایان نمایندگان این را امضا میکردند در حقیقت این قانون اساسی است که مجموع نمایندگان تصویب کردند چهل آیت اه... شاید نقطه باشه آیت الله منتظری سپس از همه برادران و خواهرانی که طی سه ماه گذشته در مجلس برای تصویب قانون زحمت کشیدند تشکر کرد و گفت بسیاری از شبها تا صبح آخه کارکنان و خدمه مجلس بیدار بودند. اما خب بالاخره اینا تنها که نبودن صد درصد سیغه هایی هم داشتند خب حالا بریم صفحه بعد من این سفرم هم خدمتون بخونم اونایی که میگن مرحوم منتظری این شخص بیگناه بوده اینا در به تصویب رسوندن جنایت علیه بشریت تا دینش بریدن دوشنبه دوازده هم آزر و هشت برنامه بعدی انتخابات مجلس شورا و ریاست ریاست جمهوریست قانون اساسی جلوی تمرکز و تکاسر ثروت را گرفته است شما اگر این حرفا رو باور میکنید آیت الله منتظری در حوزه شماره 409 واقع در چادر جهاد سازندگی واقع در شهدا میدان شهدا حضور یافت و رأی سبز آری به صندوق انداخت آیت الله منتظری سپس در گفتگوی با خبرنگار خبرگزاری پارس شرکت کرد و طی پیامی گفت قانون اساسی چون 100 درصد اسلامی است و در عین حال مترقی و قابل انتباق با این زمان میباشد. انشاالله ترقی و پیشرفت کشورمان را تضمین میکند آیت الله منتظری از همه برادران و خواهران کرد ترک بلوچ ترکمن و عرب و لور تقاضا کرد برای حفظ اسلام در این همه پرسی شرکت کنند و قلبا مطمئن باشند که حقوق آنها در سایه اسلام تأمین خواهد شد آیت الله منتظری در پاسخ به این سوال که چرا این حوزه را انتخاب کرده است گفت هرچند که اکثریت خیابانها و به دروغ بزرگ رو اینجا ببینید چه گونه است چه باورهای مردم استفاده میکنند و دروغ میگفتن رو دارم میتون میگم هرچند که اکثریت خیابان اکثریت خیابان ها و کوچه های ما محل شهیدی است ولی در اینجا یعنی در میدان شهدا همون میدان جالر رو میگفت که 17 شهریور شهری بر بوده متجاوز از چهار هزار نفر از برادران و خواهران ما در یک روز به شهادت رسیدن این هم دروغ دیگری در همین محل بود که مادری که طفل شیرخوارش را در آغوش داشت به استقبال شهادت شدافت و پس از آن که فرزندش با گلوله دشخیمان شهید شد از پای نشست و همچنان به استقبال شهادت رفت تا شهید شد شهید شد و افسود از این جهت دیگر انتخاب این حوزه به این خاطر بود که این حوزه را در نزدیک منزل منزل موقت موقت اجاره ای اجازه بدید بریم میلیونها نفر به قانون اساسی رای دادند قانون اساسی که خودتون دیدید 43 نفر هر اصلی رو تصویب کردند در حسینی ارشاد خانمی که اشتباهی رای داده بود گریه کرد آخه یعنی میخواست رایش رو به قانون اساسی آری بده سبز بده قرمز داده اشتباه کرده حتما چشاش مشکل بینایی داشته تفلی اه بخونید خودتون میتونید بخونید اینجا رو یک استاد دانشگاه من به بعضی مواد انتقاد دارم اما امام فرمودن در متمم رفع می شود سلوات خط بکنید یک سرباز سرباز هم باید مثل افراد عادی در سرنوش مملکت سهیم باشد ما با مردم همسنگریم یک کارمند گفته که در این شرایط در این شرایط حساس هر کس به قانون اساسی رأی ندهد به آمریکا رای داده است خب <applause> قانون اساسی به هیچ کس اجازه داده نداده است به تنهایی تصمیم بگیرد و ببینید مسائلی که در این که در اینجاها نوشتن خب حالا اینجا رو میخوام براتون بخونم یکی از واقعا برگه های گل بلبل که باید بهش افتخار بکنند حکومت اسلامی شنبه 17 آذر 1358 فدایان اسلام مسئولیت ترور پسر اشرف را به عهده گرفتند خبرگزاری فرانسه دیشب گزارش داد یکی از خواهرزاده های شاه مخلوق ایران مصطفى شفیق شهریار پهلوینیا به هنگام خروج از منزل مادر خود به وسیله شلیک دو گلوله به سرش کشته شد این خبرگزاری در گزارش دیگری می افضایید. این ترور در ویلای دوپون در بخش 16 پاریس رخ داده است و ساعت دقیق آن امروز در ساعت 12 به وقت محلی می باشد. نام این شخص هنوز فاش نشده است. یک شاهد عینی که در محل حضور داشت به پلیس گفت یک مرد موتورسوار که لباس سفید با ژاکت موتور با ژاکت موتور و همچین چیزی به داشت چند قدم به دنبال شفیق کرد حرکت کرد و سپس هفتیر را به پشت گردن او نزدیک کرده و شلیک کرد. شفیق روی زمین افتاد و موتورسوار دومین گلوله را در سر او خالی کرد. سپس با متانت و آرامی برگشت، برگشته سوار موتور خود شد و از محل دور شد. پلیس پلیس دوپو همچی چیزی که فشنگ یک هفتیر با کالیبر 9 میلیمتری را در محل پیدا کرده است گفته می شود موتور جوانی 25 تا 30 ساله با قدی میانه و اندامی ورزیده بوده خبرگزاری رویتر گزارش داده که شاه مخلوع خبرگزاری رویتر شاه مخلوع بعد از مطلع بعد مطلع شده از جریان ترور گفته است عمیقا از این مسئله ناراحت شدم این خبرگزاری به نقل از اشرف پهلوی زمن احسا وی ضمن احساس ناراحتی از ماجرای قتل فرزندش در اماق قلبش به فکر جان آمریکایی است که در تهران گروگان گرفته شدند خبرگزاری فرانسه می افزاید. چند ساعت بعد از ماجرای شخص ناشناسی در یک تماس تلفنی گفت مسئولیت ترور را به عهده می گیرد وی افسود لازم بود شفیق در چهارچوب فعالیت های آزادی بخشمان حذف شود او دشمن ایمان ما و دشمن مردم ما بود وی همچنین افسود او به سهیونیسم بین کمک می و, با و ما او را کشتیم وی با شعار زنده با خمینی به سخنانش پایان داد از طرفی صادق خلخالی رهبر فدایان اسلام با انتشار بیانیه ترور خواهرزاده شاه مخلوق را از جانب افراد این سازمان دانست متن اطلاعیه به شهر زیر است بسم ای تعالی یکی از مهره های کثیف دودمان ننگین پهلوی به دست رزمندگان فدایان اسلام را نا، راه نابودی پیش گرفت شهرام پهلوی از روزی که خود را خب اینو دیگه نمیخوام همشو بخونم ببینم چیز دیگه ای هست خب نه بچه ها تو وقت آنچنانی هم نمونده من سر مردم رو بیش از این درد نیارم این برگه فدایان اسلام خوندم براتون اخوان المسلمین پنج دقیقه هم بیشتر وقت ندارم مطالب اینقدر زیاده که نمیدونم چگونه میتونم تمام اینها رو براتون یکی به یک توضیح بدم عزیزان ولی ازتون خواهش میکنم بیش از پیش مراقب حرف زدن کسانی باشید که پشت میکروفون می نشینند و کماکان بعد از وجود و حضور تمام این اسناد تاریخی به شما میگن که این انقلاب بوده مردم ناراحت بودند به پا خواستند خب یه حرکتی شده خمینی و اون وسط برید زد رو هوا زد، بقیه نفهمیدن همش دروغ همش کذب از روز اول میدونستن چه میخوان بکنن همه امروز که من در خدمت شما هستم میدونن دارن چیکار میکنن از همین رو گفتگو صدای آمریکا بی بی سی حتی رادیو و تلویزیون های شخصی با افراد رژیم و غیره که خواهان به قدرت رسیدن مجدد حکومت اسلامی دو هستند موسوی و کروبی که آقا ولایت فقی و تندروهای اسلامی هست شدن ولایت حکومت اسلامی رژیم اسلامی قانون اساسی بر پایه شریعت بمونه و اینها برگردن چون اینها بالاخره خانواده دارن کشور اسلامیه باید اسلام رو گسترش داد اما نه اسلام تروریست و اسلامی که فقط مردم خودش رو تیکه پاره میکنه ما دیگه این بخش صدور انقلاب رو ما میذاریم کنار به این چیز دست پیدا کردن خواهش ازتون میکنم هم در گفتارتون هم در توضیح واقعیات از نام انقلاب استفاده نکنید چرا که این کار روس و انگلیس بوده که با میلیاردها دلار این واژه رو در دهان شما جا بندازن اگر مبارزید اگر آزادی خواهید اگر تاریخ سیاسی رو یاد گرفتید حداقل در این کلاس با واژه توتی جهانی ازش نام ببرید تا اون بچه‌ای هم که نشنیده این رو بدودن چون نمیتونسته به این صدا و تصویر نگاه بکنه حداقل این سوال براش پیش بیاد که توطئه جهانی چیست حداقل بره به دنبال این مفاهیم تا بتونه واقعیت کشور خودش رو در بیاره که در کجا هستیم و چگونه خوردیم و وای بر کسانی که مینشینند و مجددا به خاطر پول یا دلار سبزی که بهشون میاد براشون فرستاده میشه بخوان واقعیات تاریخی رو تحریف بکنند و دروغ بگن اخوان المسلمین فدایان اسلام اسلام ناب محمدی در هر دو قسمتش دوم خردادی و ششم خوردادی و هشتم خردادی و صدم خردادی و هزارم خردادی و, و سبز موسوی و علوی و همه اینها وازیچه روس و انگلیس بوده و هست برای نابودی کشور ایران در تظاهراتی که بنا شده انجام بشه در 25 از من خواستن گفتن آقا اینو پخشش کن گفتم به هیچ عنوان فرض بگیرید 3 میلیون نفرم بیرون بیاد اصلا فرض بگیرید این 3 میلیون نفر بیرون بیان بزنن پوزه احمدی نژاد و ولایت فقی رو به خاک برسونن آیا ما رهبری در اون اون جامعه داریم غیر از اون چیزی که تا الان بهش رسیدن گفتم پس میرسیم آقا همون موسوی و کروبی اینا رو بیارن بالا بگن آقا ما به خواستامون رسیدیم شما دیگه چگونه میتونید این مردمی که رفتن خونه وقتی موسوی و کروبی به قدرت برسن بکشونید بیرون دوباره میگن آقا اینا چون اونا بودن وقت نداشتن دوباره 8 سال بهشون وقت بدیم ما به شما قول میدیم اصلاحات انجام میشه 8 سال و 12 سال و 15 سال و 20 سال مجددا این که در راهه ازتون خواهش میکنم که دقت بیشتر بکنید در گفتار و کردارتون همچنین در اعمال اعمالی که باید انجام بدید روز یک شنبه همین هفته از همه ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری چه جمهوری خواه چه طرفدار نظام پادشاهی درخواست میکنم که در حوزه که قرار شده در شهرهایی که قرار شده حضور پیدا بکنن ما در لس آنجلس روز یک شنبه همین یک شنبه از ساعت سه تا شش بعد از ظهر در فدرال بیلینگ هستیم استدعا ازتون میکنم تشریف بیارید زمان بسیار حساسی است از تاریخ این حرکت ها رو باید انجام بدید تا برسیم به اون خواسته هایی که دوست داریم بهش برسیم من فردا در زمینه این که اگر تظاهراتی انجام بشه چگونه میتونه این تظاهرات خواسته های خودمون رو به اجرا بگذاره یک روز صحبت خواهم کرد و ازتون میخوام با بقیه دوستانتون صحبت بکنید هر یک نفر ده نفر رو باعث بشه که بیاره یعنی این مسئولیت رو به دوش بگیرید و در وظیفه شماست انجام بدید هر یک نفر ده نفر رو به تظاهرات بیاره برای شعارهای دادن به زبان انگلیسی شعارهای فارسی رو کنار بگذارید شعارها باید سرنگونی حکومت باشه داون وید اسلامی Republic اف ایران باشه داون وید حزب الله باشه شعارها شعارها باید هم اینترنشنال باشه هم ایرانی باشه که ما بتونیم انتقال اون چیزی رو که فکر کنیم به جامعه جهانی بدیم از همه شما بسیار سپاسگزارم از همه کسانی که در طول تمام این مدت به ما یاری رسوندند چه با چک یا مانی اوردر چه از روی پیپل در روی وبسایت ما بسیار سپاسگزارم ازتون تقاضا میکنم از من خواسته های زیادی شده برای قدم گذاشتن جلوتر برای به وجود آوردن یک سری مسائل اما عزیزانم وقتی که دست من تنگه در رابطه با مسائل اقتصادی که بتونم حتی همین برنامه تلویزیونی رو که اجاره کردم بخوام پولش رو بپردازم چگونه میتونم کارهای سیاسی دیگر رو انجام بدم به شماست من دیگه نمیدونم تا چه مقدار باید بیام جلو و به شما نشون بدم که فعال سیاسی یا فعالیت سیاسی چیست بقیه ی فعالیت اختصاص به شما داره من فکر نمی کنم وقت داریم یه دونه فایل دیگه در انتها پخش کنیم یک دقیقه بیشتر وقت نداریم من در یک دقیقه آخر خدمتتون عرض بکنم روی وبسایت ما ایرانبزرگ.com میتونید تشریف ببرید در وبسایت ما ایران بزرگ دات کام از طریق پیپل میتونید در هر کجای جهان که هستید به من یاری برسونید تا برنامه ما گسترش بدم و بتونم یک روزی صدا و تصویر رو به ایران بفرستم از طرف دیگه به آدرس پایین تصویر ما پی او باکس 141 لاگونا بیچ کالیفرنیا 92652 میتونید یاری برسونید چکتون رو میتونید در وچه یو پی او بنویسید وچه یو پی او متاسفانه خط رو نمیتونم جواب بدم چون وقت نداریم سی ثانیه خواهش میکنم فقط سی ثانیه چون وقتم تموم شده بچه ها میگم باید به دود بگم برنامه سازی بعد اینجاست جانم بفرمایید بر شما فراخان شهر تورنتو برای 22 بهمن 11 فبریه از ساعت چهار تا 6 بعد از ظهر در میدان ملت من هستیم چهار تا 6 یازده فبریه یک جهان سپاس بدود بدود بهتون میگم سپاسگزاری گذاری میکنم از همه شما سپاسگزاری میکنم فردا وقت بیشتری در اختیارتون قرار میدم اگه میخواین صحبت بکنید یا در رابطه با مسائل صحبت بکنید یا در رابطه با تظاهرات ها صحبت بکنید جایی مختلف که برنامه هست بگید از همه شما سپاسگزارم تا فردایی دیگر و بهتر اگر عمری باقی بود شادزیم